مجرد راه بلا بود و سیاح بادیه خدا و سید طایفه شعرا، از اکابر مشایخ آذربایجان، مطرب تریگ هیجای جان و مشعر مشعر و منای جانان، در انواع علوم دینی کامل و در اقسام معارف الهی واصل، در اصول و فروع مفتی بود و در حصول و وصول مغنی، به ریاضت و ورع مخصوص بود و به حقایق و لطایف موصول، ظریف اهل محبت و شریف عهد مودت و نازنین ملک سعادت و ممتاز سلک هدایت، نظری صحیح و فراستی صادق و نکتی عالی و رموزی عجیب از وی در ظهور و بروز می آمد، در غایت سوز و اشتیاق بر بزرگان ولا و در شدت لهب فراق بر اعاظم خدا و مصابیح دجا و سفاگن نجات و ذخایر حیات علیهم الصلوات و سلام. اما صحبت شخصیت بزرگوار جهانی در ادبیات و در مختصات دیگر در پیش هست. باری بزرگمردی بود که به جاودانگی پیوسته و به جاودانگی فرهنگی هم در زمان حیاتش رسیده بوده و از تبریز زرخیز هیچ بعید نیست که این چنین مردان بزرگی رو در دامان خودش پرورده باشه. مجسمه تواضع بوده که با اون همه علم و فضل و کمال خودشون را چیزی نمیدانست. تحملی که در گویش شعر آینی و شعر مرثیه مخصوصا دوره قاجاردان بویان اتفاق داشتی، هم نوایی و هم سویی شعر مرثیه با غزلت. هر چند رجه‌هایی از بو نوع تفکر شعری آثار پیشینیان و گذشتگانده جرسنیدی، اما بو سه ساله اخیرده رشد و روند تکاملسون بیشتر تیلد. Qitala azm edibsən, ver icazə eylüm amadə, münəzzəm bir qoşun ah dil əşq didəyə tərdən, mülukanə cəlal ilə ələm nəsb eylə meydanə, dilal hüsn ilə can şəmşir ilə qovmə sitəm gərdən. Nedayə əhmədi başla, دل کفار الگاهت حراس و روب و وحشت نعره الله اکبردن علی تیغلده تعیید ید الله لسنجستر
الا این بو سپاه قدرت بازوی حیدردن جنا تغزله گیدر بعد از تذکر ادو دم ورسم من عابدن ادو دم ورسم من عابدن جستر غروری لبن تا ایلسین منلر حکایت آب کوسردن مباهات اتسه دشمن کسرتنن ات سر زلفن تکلسون لشتر اردنزا اولان آوار دلردن بنابراین روایت شیفتگی دلدادگی و شیدایی چه شاعران عاشق پیشه و عارف مسلک نسبت به معشوقلاری غزلده ابراز الیدلر همون تفکر و نگرش ده شاعران مرثیه گویدا یوزرد و باعث oldu چی بیر فاصله عمیق بین شعر نوحه و شعر مراسی ایجاد اوست جر گوش هدزان اسرار حساس اولا جر گوش هدزان اسرار حساس فرات نغمسنن ایدر احساس که هر دم سستنر عباس عباس در حقیقت شاعران مرثیه گو نه تنها با نگرش تغزلی بلکه از راه ایمان قلبی و اعتقادهای درونی و باورهای شهودی با استفاده از صنایع ادبی مانند ایهام، استعاره، تلمیحات و تشبیهات در باب مصائب و مسائل اهل بیت عصمت و طهارت شعر یازدند و بو نگرش شعری نه تنها برخورداری از همه مواریز و سنن ادبی و بدیعی گذشتگان دی بلکه فراتر از اولار پژواک دهنده حالات روحی و قلبی شاعران مرثیه گوید نمونه‌لری که بو تفکر شعری ده بیز مثال برا بررو رحمتلیق عمان سامانی حجت اسلام نیر تبریزی و آخرین بازمانده از بو سلسله بزرگوارلار رحمتلیق استاد عابد تبریزی‌نین شعرلرینده بی وفور بیز بو تفکری گوره بیرلیق یاد دارم که یکی نادره بوی نکته‌ای گفت سراپا معنا که پس از آن که حسین ابن علی جلد بخشی به قانون خدا مادرش فاطمه زهرای بطول آن به این وضعه سلطان ورا روزی آن گونه که عادت بودش بود سرگرد به تسبیح و دعا دل شاکنده ایمان خلوص سینه آینه انوار صفا اندر آن حال یکی نادره حال یافت آن نادره مهرفا ناگهان دید که گهواره طفل جنبد و میرسد از غیب صدا ان فی الجنة نهرا من لبن لعلی و حسین و حسن حضرت استاد مولانا عابد تبریزی فرزند دلبند ابن خانواده مذهبی دیچه و خانواده ولایی پدر بزرگوار استاد عابد حضرت مولانا یتیم که حاج حسین دی و حاج حسین عابد خیابانی تبریزی که یتیم به اصطلاح تخلص لرده و مشهور به مولانا ایده تبریزده و از زمانندا قوی ترین شاعر آذربایجان ده همینقدر هست که
اینا را با به زبان آخوندی خودمون باید بگیم چه آقازاده بوده، یتیم کم کسی نبود در میان ادبای آذربایجان و والدین و ماورت، هم پدر و هم فرزند دارای امتیازات علمی و عملی و اخلاقیات بودن. استاد خاصه اله آتاس مولانا یتیم دی که اول به اصطلاح بزرگوار که وجود جلب دی اله اوائل دوران کودکسینن بنا باشیب قرآن ارگرده، بو حافظ کل قرآن دی و حافظ بیشتر خطبه های نهج البلاغه و صحیفه صد سادیه اید و مونسی دی زیارت عاشوره اینن دعای ندبه اینن. به خصوص استاد عابد بویرار داشته بیزم هر جون آتامز بعد از نماز مغرب عشا قرآن آتاردی نتزه آیه اخیردی و بیزه ترجمه ایلرد. آقای عابد اوکه واقعا نادر آدم بود، چابت لا بی سندن مطلوب ده هیچ مطلوب ده. ایشون سرسپرده آستان ابا عبدالله آل حسین بود و برای شخص حسین و ائمه اطهار شعر گفته است. ای دوره حقیقت دین تشنه داده جان، ریزم ز دیده اشک به بزم عزای تو، آری چه کرد ز دیده سرشم به روی زرد، اما نه بر مصائب بی منتهای تو. یکی اینکه خیلی باهوج بود، خیلی خجول بوده است، اصلا حرف نمیزد و اگر یه وقت از ایشون کسی هم شعر بخواد میگفت من چیزی بلد نیستم، همش تواضع 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 گوگا بوده از این نظر. خلاصه خداوند هدیت هر کسی را که تواضع داشته باشه بالا میبرد. به قدری اوره بنو یعنی سلوک به قدری لحظه بده چی بیان 80 یاشنده چیدن دوده بیان 5 یاشنده اوشاقا محبت لرده عاطفه اینن عشق اینن چوخ بله تز با هم به اصطلاح مونس اولارده اولارنا و هر هارده اشیسیده بیر اهل دل وارده بتر مشتاق اولارده اونو گرسون. بعضی مواقع من برفتم تبریز در اون مسجدشون میدیرم که ایشون نشسته و در بعضی آقایون منبر هستند و اشان یک گوشه مسجد می نشستند، در اون مسجد همش 10-12 نفر مثلا نبود، مثلا 15 نفر نبود، همون مسجدی هم نمیشناختن، دوربری های خودشون هم نمیشناختن اغلب. یک انسان کاملا پرهیزکار، پرواپیشه، با ورع و اهل پاکیزگی بود و این پاکیزیستی تمام جوانب زندگی استاد را پوشش میداد. یعنی به عنوان یک فرد با ورع در امور اجتماعی با هر کسی حشر و نشر نمی کرد، سر سفره هر کسی نمی نشست. همیشه خلوت نشینی را اختیار لردی، اصلا بتر مشتاق دیردی که عموم محافل ده اولسون، علل خصوص او محافلی که هزینه بیت المالدان اولونور، اونا اصلا مشتاق دیردی، اصلا. Hətta biz belə xərəstir uğacəbdənə şer oxuyaq, çox sadə bizdə yeşə belə bir yerdə də oxuya bilirlux, mənə niyaz dəyə ki, o antinanı həzinələr qoyulsun, filan olsun, behman.
یکی از ویژگی های استاد پاک زیستی و پاک زیستی او به خصوص در امور مالی و اقتصادی خیلی به دقت مراقب زندگی خودش بود، خیلی به دقت مراقب دخل و خرج خودش بود. هر سال ایشون حساب خمسش را میکرد، پیش خود من میکرد هر سال. اونم تا سنار یه وسواسی داشت، خدا میدانه که نمیدونم این چگونه شد. باز سوال میکرد، بازم میشکاف، بازم خودم چه مبادا یه سناری پول حرام قاطی انبال ورزا هیچی هم نداشت. واقعا یه خصلت های یه صفاتی یه نمیدونم چرا ماها نمیتونیم اونجور باشیم. آفتاب پنهان در شب دیجور مردمان بود و دریای بیکران بر صدف گوهر مردان. نومان حقایق متعالی و عمان جواهر معانی، گنج عالم گوشه نشینی و گنجینه اسرار خلوت گزینی بود. حافظ کل قرآن بود و ناطق احادیث جانان، واعظ مشفق اخوان و ناصح مدبر دوستان، متمکن بساط قدسی در درک اسرار و حقایق و متحرک بنان الستی در ثبت احوال و دقایق، حاکم فصل و وصل یاران بود و عالم ردق و فتق امور محبان، بی چشم داشت و ریا معتکف حضرت دائم بود و مستودع سر لا یخافون لومتن لائم، آب خورده سریان چشمه ریاضت و نمک پرورده فیضان سفره عنایت، سالک بادیه پر رمز و راز عالم تجرید و عاکف میخانه پر سوز و ساز جهان تفرید بود، قدر نشناخته روزگار بیهنری در بساط فرش بود و خوشنواخته رایحه نیک بصری در مصطبه عرش، سرگشته شعاع جذبه علم الیقین بود و در نقطه دایری عزت و تمکین مکین، توکل و تسلیم و تقویز او را سپاه راه بود و تفکر و تذکر و تدبر او را انیس شام و پگاه، رنج کشیده ورع تقوا و مجاهده بود و کنج گزیده مراقبه محاسبه و مشاهده، شاعر شعور کیهان بود و ناظم منظومه های رهایی کهکشان و عارف شهود انسان، تزلش غزالان غزل را در بیدای طریقت رسم سما و توتیان طواف هندوستان عشق را در پیدای حقیقت راه آزادگی می آمود، قصیدهش قاصد مقصد اعلای آفرینش و مبدع اقصای بینش و حاصل مقصود پروردگار هنر و کردگار سمع و بصر بود و مثنویش سناگوی توحید رب العالمین و مدیح پرداز مصنای عابد و معبود و عاشق و معشوق و فرشتگان اولا اجنهی مصنا را شاهد دلیل راه وحدت وجود بود، زاهد متمکن و عابد متدین، معرض زخارف دنیویه و مقبل مقامات اخرویه، مشاع بی بدیل بیدای حقیقت و غواص بی حزیز دریای طریقت، همدم نسیم وصال حضرت جمال و محرم حریم کمال عز و جلال، سالک بارگاه حضرت ملکود و حافظ سنت عزت جبروت، به یک کرشمه معنی دل ارباب نظر می رو بود و به یک عشوه حقیقت در قلب اصحاب هنر می خنود، به یک غمزه کلیمی ساحران عرصه ادب می نواخت
و به یک دلال عقلی مشام دماغ عالمان برمی ساخت و به یک کلام موسوی دریای پندار عالمان متکبر می شکافت. ذره بی مقدار مریدان را در جوار خورشید فیاض وجودش می رقصانید و دریای غرور مدعیان راه را در تلاطم امواج آتشین حقیقت می خشکانید. بعد از فوت استاد من بی توفیق خداوند متعال لطف لد توفیقی لطف لد بلما چی نچه مجلسته هرزم بزرگ مقام معظم رهبرین خدمتنده اولدم. استاد چوخ بیش شخصیت درنن اولوب چی نمونست علامه زعفری دی چه استاد زعفری همشه تو خیره یاد الیب استادی و عظمت در شخصیت بلوب و هر وقت استیب چی مجلسته شعر صحبت رسین اشاره دیب در ازت استادان شعر درنه تمام مجالسنده اونون شعر درنه صحبت اولونو بده. خدمت مقام معظم رهبری من عرضم حضور مشرف اولدم و حدود فکرم 800 نفر یا 900 نفر خدمت دنده وارد و روز جمعه اید مقام معظم رهبری من بود لچی آقای خجسته روز جمعه است و یه توسلی به حضرت ولی عصر داشته باشه. تا حضرت استاد نوزنان خاص بر مرید داده وارده چه به شدت علاقه من دیدیلر چه از جمله علامه امینی اوزی حضرت استادان آمیز زعفر آقا مجتهدی چه بارها استادنان اولمشدولار و استاد تنها شخص دیدی چه او اجازه ورمیشا بزرگوار چه به هر وقت استاده به حساب یتیشسین نر به خدمت درن. هزار خرمن گل در رهش زبوسه بچینم اگر ز پرده در آید نگار پرده نشینم. این غزل رو من خدمت مقام معظم رهبری خوندم. همه ولای تو هستم همه ز جام تو مستم هزار شکر خدا را که آفریده چنینم. بود ز خوان نوال تو هرچه هست نصیبم مقیم کوی تو هستم به هر کجا که نشینم. بازار برای بتون معرف انسانلر همسا دا سویردیلر و یخاری دا بلحسنه ارزش و احترام قایلیدیلر چه از این علامه امینینن اغلی عذب وزدینن و عشقینن حضرت استادن آستانسینه بوز هورردی چه برا ولایت ایویدیم هم آتام همیشه بردا منه صحبت ایلیبدی. صفای گلشن دین نزهت بهشت ولا بهای گوهر اسمت چکیده تقوا ایشان گوش بده یگانه خاطره زنده نفس تاهادن همه مراحل فضل و کمال ده یکتا رکوع نمتذلل عناصر علوی سجود نمتواضع صوامع علیا نفس اسارتشو سینه ملائک ده ادنده زمزمه لا شریک له زهرا. آقا فرمودن که یه بار دیگه هم بخونند. هتل تبریز ده آقای بروزرده چه حضرت امامان داماده ایده از استادنان ارده حیات حیات در چه سندر گمشه یاید و اتمشه شعر بحثیده نیچه دفعه گاخته حضرت استادان آنون افده چی لذت سهدم شعر اشتدم طول عمرمده چه فلادم شعرلر من اشتممشت. استاد شهریار زنده یاد در یک صحبتی فرموده بودند که اگر در این عصر مقام شعر اولی شعر رو به من میدادن من این مقام رو به استاد عابد تفویض میکردم. سومین بارم فرمودن یه بار دیگه بخونید.
چون در تمامی ابواب دست داشته است، نمیشه فقط گفت که در مثلا مثنوی ایشون چیزی، نه، همینطور که در مثنوی در غزلیات هم همینطور بوده است. از آن در مراسی که اونقدر دست داشته است در قسمت های منتها، چون مذهبی بوده راجع به اهل بیت علیه صلوات الله زیاد کار کرده است. سای تأمل ده که استاد اوزه سبک شعر خاصه وارده و منحصر به فرد ده و دیگه بلو که صاحب مکتب ده استاد اوزه در شعر آینی و عاشورایی و استاد عابدین مکتبنده جز عزت اهل بیت عصمت و طهارت آیده شعرین جایگاهی یخته. عاشورایی می نوشتن، با عشق می نوشتن. استاد عابد رحمت الله علیه نه تنها به مظلومیت واقع عاشوری توجه دیدی، بلکه به فضائل و رشادت هایی که کاروان عاشورا دا واردی اونا دا بی توجه خاصه وارد. معمولا بدون شعرلنده مزامین حماسی اخلاقی مجبورد. در صورتی که شعرهای متقدم از بو اغلب به ذکر مصائب و آلام سید و شهدا پرداخت دیدیبلر. Kimindi məsələ ki, bunun şeirində çox ehatəsi var deyil, bunun təsəllütü əxbar, rivayat və əhadisi mötəbəridir ki, bunun şeirinə bir sənədiyyəti xassi verib. Özləri mötəqid idi ki, məbada insan bir şeiri deyə ki, dər şən o mənzilətı məqam-ı seyyid-i şühədə olmaya. Ustadın neçə dənə mühüm vicəcilər ki, əşarında vardı və qabili nəqd-ü bərrəsidir, biri müstənədqüvi ustaddır. Ustadın əşarı bişdər با mutabiq با آیات الهی، rivayat حضرات məsumin və tarix əhl بیت عصمت و طهارت علیهم السلامdır. Yəni, kamilə mutabiq با tarix hər çəndi ki, şeirgünə bəyan edib mətalibi, vəli rivayətlərdən və hadisdən fasilə aşmayıbdır. و اصل هدف و غایت القصوای مرام با اولوب چه اوی که اهل بیتیدن نقل اولوب دی و اوی که تاریخ صحیح دی و نقد اولوب و مورد تایید تمامی مورخان اسلامی دی او رشتدن فاصله آشمیب دی. ایچی منزه ویژگی اصل ویژگی شعرگونه بودن دی در مقابل نظمی که بالاخره ادبیات دا نظم و شعر از جای بحث واردی و فوقلاده با موضوع دا صحبت ایلیب دن. و üçüncü مسئله روح حماسی و تصویرگری بونون شعرلرندد. گاهی انسان بونون شعرلرن اخوینده بویه نظامونون اشعاری یادادش. او تصویرگری و خیال پرتازی که بونون شعرلرنده با فوقلاده در بیان و گاهی کمهلق ایلیب بلست. Bir də məsələyə mühümdür və pəyam nəhzət-i aşuridir. Əksər şeirlər ki, kitab-ı məsnəbi Mahdər Mahaqıda ustad yazıbdır, əksərən dər mürid-i Zeynəb-i Kubra salamullah əliyidir. Və bu da bizə nişan verir ki, nə qədir və ədəz vaqiyyə aşura və pəyam nəhzət-i aşuriyyə təvəccühləri vardır. Ustad, bəd az o məsələ müstənədqüyi və şeir budən vicəcihai xası ustad, به استه هنرنمایی در تمامی قالب های شعری ده. بود به استه بررسی که بیشتر بیزیم شعرامز بیر دانا مثلا قالب شعر ده استاد دلار و مسلط دلار. مثلا در قالب غزل، بیری در قالب قصیده، بیری در قالب مثنوی. و استاد آبه تمامی قالب های شعر ده. ایم از غزل، مثنوی، قصیده، ترکیب بند، ترزیب بند، هر نمنه یازبده استادانه یازبده و همونم به اصطلاح او خیال انجزلگه اولماسه، شور انجز اولماسه تمامی اشعارنده به خصوص در مورد نوحه که همیه زایله تعصب و واگن استادده نسبت الیبده. بیر مثنوی میلاد نور حضرت پیامبر موردنده بیر شعرلر و بخم برده اوج تصویرگری و نظامی صفت شعر دمسینه. شب چراغان است بزم آسمان، چشم سار نور جوی کهکشان، اختران گندیل تا گاویز شوق،
شم بز مفروز شورنجیز شوق، ماه زرین زورگی بی بادبان در دل دریای مینایی روان، عطر جان دارد نسیم شامگاه، گویا از باغ رضوان کرده راه، زان که از ره نور سرمد میرسد، موکب نور محمد میرسد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اساتید می آمدن از ایشون مطالب را یاد می گرفتن. سعدی زمان که تاریخ منظوم 14 معصوم را نوشته است، ایشون اشعاری که می گفت به عرض مرحوم عابد می رسن، با اینکه عابد نسبت به سعدی زمان از نظر سن و اینا خیلی فرق داشت و اینا، اما می اومدن ازشون یاد می گرفتن. اگر بیز استاد عابد مقایسه یا شعرهای عاشورایی نن، شاید کل تاریخ ادبیات عاشورایی ده معدود بیزیم افرادمز وار که شاعرمز وار که بو سطح ده شعر عاشورایی ده موفق اولوبلار. شاید اگر بونه همسنج بیز بررسی الیه مقایسه الیه و هرچند که مقایسه لمعله ده بو بزرگوارلار هیچ بیرینن، ولی اگر قابل مقایسه الیه بلاخ استاد عابد نیر تبریزی نن، عمان سامانی نن و فؤاد کرمانی نن مقایسه لمعله. اون زمان حالا یک شعری که از مرحوم ذهنی هست، اون وقت آتاموغلی معروف اون شعرها اون زمان گفته شده است، اون وقت اون زمان بهتر از ایشان نوشته بود مرحوم عابد، اون وقت اون زمان رو نیاورده که بگد این شعر من هم نوشتم، لطفا بود از تواضع ایشون اصلا همین مطلب را میگو من بستم کنار گذاشتم تا شعر اون مرحوم را بخوانند مردم. نو هشایلن اش بی استاد دعیه استاد آیده به یک خانه، استاد همه نو هشایر ده، همه او بیسی زدن، استاد چوخ یخار آدم ده، استاد نگینن تطور الله، استاد بله بوش آیدنن، امانن تطور الله، سعدینن دانشان. خب مرد شعرهای بهار از نظر علمی در مستوایی است که در خارج و داخل و فلان بی بدیل و بی نظیر، و کتاب سبک شناسی ایشون در حد دکترا تدریس میشه در دانشگاه. لطفا بودی آقای مرحوم عابد از نظر علمی باید با اینها مقایسه بکنیم. شعله زد در خرمن جان آه آتش زای من، کوزلال فیض لعلت جان من زهرای من. واقعا ایشون یکی از ستونهای بزرگ شعر آیینی در روزگار ما هستند و با بزرگانی مثل عمان سامانی یا نیر مقایسه میشن. از سوی دیگر ایشون رو در شعر فارسی که همه صورت ها همه شکل ها رو دارن، غزل و قصیده و مثنوی، ایشون رو بعضی با جامی مقایسه کردن، بعضی با عراقی مقایسه کردن، بعضی با خاقانی مقایسه کردن. من در مثنوی ها با عرشاوت که بفهمید با نخه با نظامی مقایسه کردم، در فصاحت و شیوایی بی اندازی سخنشون گاه با سعدی مقایسه کردم. از نظر شعری و مستوا خیلی خیلی دارای مقامات عالیه بوده که خب حافظ قرآن بوده.
استاد عابد بگوید که بالاترین مصائب الى بالاترین مدایح اینچنده مستطرده و حضرتن اوخیزن طهر مطلق را نیاز قصر نیست بو بالاترین هم مرسیتی هم بالاترین معارفتی بخون ایچی بیت ایچی شاعر متفاوتن من سیده قرائت ایلیرم بیری شاعر غزلسرای معروف حافظ شیرازی بیری در چی مرسیه از استاد عابد استاد حافظن بیر معروف شعری وار ظاهرن اشاره به حضرت ابی عبدالله و کودک شیرخوار است بلبلی برچه گلی خوش رنگ در منگار داشت و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت وقت مرسیه چه استاد عابد دیبد از نظر مظلوم و محتوای آدم فرقی قائل اولان بود از زبان حضرت زینب کبرا در مجلس یزد بویرد چون کشد سر آه مظلوم از سمک کله بندد در بلندای فلک می شود ابر و سپس باران غم بارد و ویران کند کاخ ستم رحمت الله عبده گردیم چی های افسند نوعی از من یوان نیم بود از این افسند چوری از رحمت الله استاد عابدین مثنوی ماه در محاق کتابوندا بی شعر وار در احوالات شب عاشورا اوج راز و نیاز عاشق با معشوق و رنج و المی که به واسطه عشق بر سالک عاشق عزوید در حقیقت بیر شرح اشتیاق و دلدادگید بخون بو بیتلعنم باشلانر عشق دل خواهد دلی در داشنا تا به اکسیری کند خاکش طلا گر نبودی عشق خود هستی نبود گر نبودی عشق خود هستی نبود ذوق جام و نشعه مستی نبود در دل هر ذره زد زای وجود آفتاب عشق را باشد شهود عشق را آن کو به جان همدم نمود خلقت عشق و بلا تا امن مو تا نه هر بی درد آسایش طلب عاشقم گوید گریزد از تعب آری آری بی تمنای بلا ادعای عاشقی باشد خطا آن که تنها یافت عشق از او بها عشق گفت و رو نگرداند از بلا بود زهرا و علی را نور عین کشته تیغ جفا یعنی حسین از جهل منتبا در دل و جان جاهلان دوران خیش میرنجید و خطای خلائق خردندیش را به بزرگواری کریمانه خیش میبخشید شمشیر سخن بر فرق بیخردان تهی مغز بر می آهید و نصیحت مشفقانه را به شیرینی لطائف ادبی بر می آهید پرچم علم و هنر در سرزمین حلم و حذر برمی افراشت و کلک آتش افشان در مسیر دفاع از حریت و انسانیت به کف می داشت از مدیح گویی ارباب قدرت بیزار بود و از اقتباس حطام اصحاب مکنت به شدت برکنار سادگیش بساط کامرانی سلطانی ارزانی می داشت و آسودگیش از دنیا بسیط حکمرانی آن جهانی ارمغان می آورد
این الیقینش چنان بود که آنچه میدانست میدید و آنچه میدید میدانست و همو در حقیقت بو علی و بو سعید را میمانست. در یک کلمه عاشق بود و همه ملازمات عشق و راه و رسم عاشقی را به نیکوترین وجه و به زیباترین منظر به تجلی می نشست و یک پارچه وجودش را در اقلیم عشق بی واسطه مدعیان دروغین به حقیقت متصف می گردانید و به کمالات موصوف. او عاشق آل الله علیهم الصلوات بود و توحید یک را در کبریای محمد تحت انواع چراغ لایزالی و تلیعه توحید را به نعت النبی و دعای مستجاب فروزان می داشت. فروغ کعبه را به اذان تهجد و به گلبانگ الله اکبر می دید و آینه صبحگاه در بیاض فلک و صبح روشن افق معدلت می گشود و آفتاب گاه در خون بود و گاه در شام و گاه امید شفقی دیگر و گاه در پناه معجر و در آستانه ولادت نور اسمت. از کوزه آتشین ساغر تسنیم به زندانیان عشق می چشانید و جرعه تمنا با جام تشنگی از دیار قدس بر لب تسبیح گو می رسانید. سقف مرفوع سپهر عشق را در دامن عقد ثریا می نهاد و به دست ساقی گردون می سپرد و شرح هجران نگاه جادویی شهید را به ترفند عشق ذوفنون غایت مستی می بخشید تا هنگامه وداع نور هدا یک نیمروز سرنوشت عالمیان را رقم زند. در سوز و گداز مصیبت آل الله شب چون ماه در محاق بود و روز چون مهر در شفق و این همه عرض نیاز به درگاه بی‌نیاز بود با التجا به پیشگاه حضرت زهرا سلام الله علیها و عرض ارادت به پسر فاطمه صلوات الله و سلام علیهما و سرانجام به مصداق ازا کانت نفوس و کبارا تعبت فی مرادها الاجسام روح بزرگش طاقت جسم را نیاورد و ودیه الهی روح از خاکدان تن به مصفای عالم علا پیوست و جان شیدایش قرین پیدای حضرت قدس در حظیره جبروت گردید و بنابران چه اعتقاد می‌ورزید جز محبت اهل بیت علیهم الصلوات ملجأ و پناهگاهی برای خیشتن نمی دانست و امید وافر آن جناب به لطف قدیم و فیض عظیم حضرت حق جل و علا بود که در جوار قرب لقاء الله بعد از فنای فی الله به بقای بالله باقی باشد و روح پرفتوحش راهنما و نگهبان این درماندگان روزگار بی کسی باشد.